گروه طالبان در مرز اسلام قلعه هرات کتاب‌های مفاتیح الجنان، ادعیه و کفن زائران را که از شهر مقدس کربلا و پس از اتمام زیارت اربعین با خود به همراه آورده بودند، سوزاندند. همکارم در گزارش خود در رابطه با هتک حرمت طالبان نسبت به مقدسات شیعیان گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. مثاله برای دریافت ویزا و شرکت در زیارت اربعین از سوی حکومت‌های ایران و طالبان مورد آزار و اذیت واقع می‌شوند و علی‌رغم این همه مشکلات رنج سفر را به جان خریده و مشتاقانه با طی کردن فرسنگ‌ها مسیر طولانی خود را به صحن و سرای سالار شهیدان می‌رسانند، در مسیر بازگشت هم مورد تعرض حکومت طالبان قرار می‌گیرند. در اقدامی نسنجیده که نارضایتی گسترده ای را در میان شیعیان افغانستان برانگیخت و احساسات بسیاری را جریحه دار کرد، گروه طالبان کتاب‌های مفاتیح الجنان، کتب ادعیه و کفن‌های زائرانی را که از کربلا باز می‌گشتند در مرز اسلام قلعه در استان هرات افغانستان سوزاند. زائران افغانستانی که از زیارت اربعین از شهر مقدس کربلا باز می‌گشتند، این کتاب‌ها و کفن‌ها را به عنوان توشه آخرت و یا سوغات و هدایا برای بستگان و آشنایان با خود حمل می‌کردند تا از آنها به عنوان تبرک در حیات معنوی و برکات زندگی خود بهره گیرند. یک منبع آگاه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری اخبار شیعه اعلام کرد در روزهای اخیر طالبان طی چند مرحله کتب و کفن‌های کاروان‌های مختلف زائران شیعه افغانستان را در مرز مصادره کرده و در مقابل چشمان آنان سوزانده‌اند. این منبع تأکید کرد که این رفتار نسنجیده طالبان واکنش‌های شدیدی را در بین شیعیان برانگیخته و موجب خشمگین شدن آنان گردیده است. زائران شیعه افغانستان این اقدام جسارت‌آمیز طالبان را نقض آشکار حقوق بشر و جریحه دار نمودن احساسات مذهبی شیعیان قلمداد کرده و سوزاندن مقدسات را در مقابل چشم زائران شیعه توهین مستقیم به ارزش‌ها و تضییع حقوق دینی و شخصی خود دانستند. در پی این رویداد بسیاری از رهبران دینی و شخصیت‌های مردمی در افغانستان از نهادهای مذهبی و بین‌المللی خواستند تا با مداخله و حمایت از حقوق اقلیت‌های افغانستان از طالبان به صورت جدی بخواهند که به باورهای دینی گروه‌های مختلف احترام بگذارند و از تکرار این اعمال که احساسات مذهبی را جریحه دار و اوضاع جامعه را ملتهب می‌کند خودداری نمایند. آنها همچنین خواستار بازنگری در سیاست‌هایی شدند که با هدف قرار دادن نمادهای مذهبی، ثبات و همزیستی مسالمت آمیز در افغانستان را به خطر می‌اندازد. این رویداد که در پی برخی محدودیت‌ها از سوی طالبان نسبت به برگزاری مراسم عزاداری در ایام محرم و صفر نسبت به شیعیان اعمال شده، باعث ایجاد تنش میان مردم و این گروه شده و نگرانی هایی را در مورد آینده همزیستی مسالمت آمیز در افغانستان ایجاد کرده است. از مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای مطهری سلام و عرض ادب. آقای مطهری، در رابطه با این هتک حرمت اگر اطلاعات بیشتری دارین بیان بفرمایید و همچنین بفرمایید که راهکار پایان دادن به این گونه رفتار جسارت آمیز طالبان نسبت به مقدسات شیعیان چیه؟ بفرمایید. سلام و درود خدمت شما و سلام و درود خدمت کسایی که برای ما نما سلام تقدیم میکنم. خدمت شما عرض شود، ما گزارش های را از مرز اسلام قلعه دریافت کردیم که متاسفانه از زائرینی که از زیارت کربلا آمدن به ایران و از ایران میخواستن سمت افغانستان بیاید، در مرز اسلام قلعه کیفای زائرین یا وسایل های زائرین توسط نیروهای طالبان بازرسی میشه و در جمع وسایل زائرین اگر نهج البلاغه باشه، مفاتیح الجنان باشه، همچنان زیارت عاشورا باشه و دیگر دعاها و همچنان کفنی و یا پارچه کفن در بین وسایل زائرین اونجا وجود داشته باشه، نیروهای طالبان در گام اول این وسایل از زائرین میگیره و دومن گزارش هایی را ما دریافت کردیم که این وسایل ها در پیش چشم زائرین آتش میزنه.
و همچنان ما و شما در سال گذشته شاهد بودیم که ملا هبت الله رهبر طالبا به وزارت اطلاعات و وزارت تحصیلات عالی طالبان و همچنان به وزارت معارف طالبان دستور داد که کتابهایی که مخالفت با فقه حنفی داره، هدف چون کتابهای فقه جعفری بود که باید از کتابخانه ها، از مکاتیب، از دانشگاه ها جمع آوری شود. و همچنان ما شاید بازنگری قانون دوباره ما سوی ملا هبت الله هستیم که در ماه های گذشته بار دیگه به وزارت تحصیلات عالی و همچنان به وزارت معارف طالبان دستور داد که بار دیگه کتابخانه های مکاتیب دولتی و همچنان پوهنتون ها را بررسی بکنه، کتاب هایی که در مخالفت با فقه حنفی است، میگه او کتاب های جمع‌آوری شود که هدفشان کتاب های فقه جعفری در افغانستان است. و همچنان ما و شما در روزهای گذشته شاهد یه حکم از سوی ملا هبت الله به وزارت امر معروف طالبا بودیم که به اونا هم دستور دادن که باید از کتابخانه های شهر و حتی در چاپخانه ها هم نیروهای طالبا رفتن که مانع چاپ کتاب فقه جعفری در افغانستان شدن. روز به روز قانون های سخت طالبا بر مردم هزاره و شیعه در افغانستان گسترش پیدا میکنه و تنها راه حلش ایست که جامعه جهانی، سازمان های حقوق بشری، مخصوصا سازمان هایی که به خاطر دفاع از حقوق شیعیان در جهان کار میکنه، در شرایط کنونی مخصوصا شیعه افغانستان داره، اگر نهادهای حقوق بشری مخصوصا نهادهایی که حامی شاه در افغانستان در وضعیت کنونی سکوت بکنه، طالبا روز روز مقدس با تشکر از مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.